باز هم خوش آمدین به برنامه مناظره کابل به گونه زنده از تلویزیون یک و رادیو نوا. آقای مراد، بیشترین سوال متوجه شما بود، لطفا به پاسخ بپردازید. تشکر از سوالای دوستای ما که در استودیو تشریف دارن و سوال کردن. ما میخواهیم که اضافه بکنم چطور ما با مسئولیت و با یک اطمینان برای شما به عرض رساندم که بله، اردوی ملی شما، پلیس شما، امنیت ملی شما در مجموع نیروهای امنیتی افغانستان میتونه بعد از سال 2004 بعد از برآمدن قوات های ائتلاف بین المللی امنیت افغانستان بگیره. ما تجربه کافی را از برآمدن قطعات خارجی در افغانستان یک دور دیگر هم ما داریم، ولی ما فعلا عملیات را زمانی که اجرا میکنیم با حمایت قوات های ائتلاف بین المللی اجرا میکنیم، ولی بیشتر ابتکار عمل خود قوات های امنیتی شما و رهبری اردوی ملی افغانستان به عهده داره و تنها قوات های ائتلاف بین المللی حمایت میکنه قوات های شما را. ما برای شما گفتم میتونم که نیروهای افغانستان درست است که از نگاه تجهیزات کافی نداره، ولی ما در بعد از سال 2004 بعد از یک ارزیابی دقیق از قدرت و توانمندی های اردوی شما، پلیس شما، برای شما خواهد به عرض رساندیم که اردوی شما میتونه یک اردوی تیپ افغانی باشه و اردوی شما میتونه تماما عملیات ها را با حمایت مردم افغانستان انجام بده. یکی، فعلا ما قوات های امنیتی شما حمایت ائتلاف بین المللی را با خود داره، ولی بهتر است که ما حمایت مردم افغانستان و اعتماد شما را و اعتماد مردم افغانستان را داشته باشیم. یعنی فعلا ندارید اعتماد و حمایت ندارید؟ بله، فعلا امی اعتماد مردم افغانستان در تمام ولایت افغانستان، ما پیشتر به سوال خود گفتم که در هر دروازه ای که در هر قریه که اردوی ملی افغانستان میره، مردم افغانستان شریک رازهایشان اردویشان میسازه. اردوی ملی افغانستان از تمام مردم افغانستان و یک آینه قدنمای مردم افغانستان است. درست است که با تجهیزات سنگین تشکر. و با هواپیما های سنگین اینا تجهیز نیست. تشکر آقای مراد. من یک چیز علاوه میکنم که نگرانی شما در است که چرا تجهیزات نداره، و بیشتر وزیر صاحب دفاع اسبق افغانستان هم در این مورد و معین صاحب هم چی کردن. ما یک کشور مستقل هستیم. حکومت افغانستان، زعامت کشور شما در این مورد مسئولیت خود میدانه که اردوی خود تجهیز بکنه و اردوی خود به خاطر دفاع از سرحدات کشور خود ایره آماده بسازه، و این پیش بینی را تشکر آقای مراد شما و زعامت کشورتان دارد. آقای تنهایی، میخوام از شما بپرسم، چون شما وزیر دفاع یک رژیمی بودین که از حمایت خارجی یا قوای شوروی سابق ارتش سرخ برخوردار بود، آقای مراد در مورد برآمدن تجربه برآمدن قطعات خارجی از افغانستان صحبت کردن، چه فکر میکنین چه تجربه میتونیم از برآمدن قوای خارجی ارتش سرخ منظورم است بگیریم به خاطر سال 2014؟ دست فکر کوم چه دپخوانی شوروی اتحاد په دوران که پاغي کې خو ارتش خکارا و پالیسی خکارا و او د شوروي اتحاد د سره پاوز د وتلو لپاره د عودت لپاره هم پروګرامونه پلانونه ټول ترتیب شوي وو، تیار و جوړ و منل شوي، منظور شوي، او د ژنیو د معاهدو سره سم شوروي پوځي ټولګي خپل هیواد ته ستنه شول. اما اوس خو د هغې دوران سره حالات بل ډول دي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې موجودیت یې دا نه یوازې چې د افغانستان د عوامو د ذهن سره سمون نه لري، بلکې د همسایه ملکونو همداشان د سیمه ایزو ملکونو د ذهن سره هم سمون نه لري. هغوی لپاره هم تشویش موجود دی. بینان د دوی د وتلو پروګرام تر اوسه پورې هیچ چا ته معلوم نه دی، نه پخپله دا جنرال صاحبانو ته، د افغانستان ملي وسلوال پوز مشرانو ته معلوم دی، اما افغانستان دولت ته معلوم دی. پیشتر ما از اجلاس لیسبون صحبت کردیم که برنامه منظم بر خروج نیروهای خارجی تنظیم شده. زه داسې عرض کوم چې دا صرف د انتقال د مسئولیت دی، نه د وتلو. ګورئ، تاسې غلطوئ، ما تر اوسه پورې هیچ چا نه د افغانستان جمهور رئیس اعلان کړی دی،
او نړیوال ائتلاف دا اعلان دا منلې ده چې موږ د افغانستان نه په 2014 میلادي کال کې ووزو. تر اوسه پورې دا خبره هیڅ نشته. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا بسیار صریح گفتن تا سال 2014 به صورت کامل میبرن. زه تاسو ته وایم چې اول د نړیوال ائتلاف همداشان د امریکې د مشرانو پالیسۍ ګډوډې دي. یو ورځ یو څه وایي، بله ورځ بل څه وایي. همدا وجه ده چې د افغانستان که ګډوډي شان دی، وضعیت سردرګم دی، تلفات و ضایات زیات دي، مطلوب نتایج نه لیدل کیږي. نه یوازې د افغانستان خلک بلکې نړیوال هم په دوی باندې بې باوره دي، مایوس دي. همدا وجه ده چې د افغانستان په چارو کې پرمختګونه نه کیږي. تر اوسه پورې دا مسله موږ نن ورځ نشو بررسي کولای چې آیا د وتلو پروګرام دی. نه، زه خو داسې پوهیږم چې دا فقط د مسؤلیت د دورې تسلیبي ده چې نړیوال پوځونه یې افغان پوځونو ته ورکوي. تشکر آقای صدیقی. سوال هایم متوجه شما بود و اگر لطف کنید به پاسخ سوال ها بپردازین. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سلام. بدون شک انتقال امنیت یک مسئولیت بسیار بزرگ هست. مسئولیتی است که نیروهای افغانستان باید این مسئولیت به امروز و یا فردا و یا پس فردا باید بپذیره، به خاطر که وطنشان هست و این مسئولیت مربوط نیروهای امنیتی افغان می شوند. ما 3 دهه جنگ پشت سر گذاشتندیم. این چالش های بسیار بزرگ وجود داره، ولی دستاوردهای بسیار بزرگی هم به دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره که نباید از او انکار بکنیم. خودی انکشافات پلیس، انکشافات اردوی ملی، امنیت ملی، دستاوردهای بسیار بزرگی هستند. ولی ما نسبت به ترنزیشن اردوی ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان با وجود حضور نیروهای خارجی نتانستن امنیت به صورت خوب تامین بکنن. امیدواری وجود داره. امنیت در افغانستان امنیت وجود داره، ولی تهدیدات هم در پهلوی ازی وجود داره. در تمام جهان ببینید، در اروپا، در چند قبل در میدان هوایی مسکو همه حملات انتحاری که بسیار اونجا امنیت وجود داره صورت گرفت. بدون شک چالش ها وجود داره. پلیس افغانستان من فکر میکنم با تجهیزات بیشتر، با تعلیم و تربیت بیشتر و انکشاف بیشتر به خاطر تامین امنیت بهتری مردم افغانستان نیاز داره که ما در کنفرانس لیزبون این تعهدات جامعه بین المللی را با خود داریم و تعهدات دولت افغانستان را داریم که ما را تجهیز بیشتر میکنن و به حساب انکشاف ما را پذیرفتن و تعلیم و تربیت تخصصی برای پلیس افغانستان داده میشه. من بازم خدمت شما عرض کردم که چالش ها وجود داره، ولی انکشافات هم وجود داره. در پهلوی از اینکه ما طرفی از این میریم که نیروهای خود را مسلح بسازیم، در پالوی از این اعتماد سازی و همکاری مردم افغانستان را نیاز داریم و جلب میکنیم به این پروسه ما کار میکنیم تا بتانیم که مردم افغانستان همکار نیروهای مسلحشان باشه. و در مورد از این که خواهر ما در عملیات قندوز و بسیار شمال افغانستان که پلیس دستاوردهای بسیار خوبی داشته، یک تعداد بسیار مخالفین امروز آمدن در پهلوی دولت افغانستان در شمال افغانستان به خاطر تامین امنیت قرا و قصبات شان امروز آمدن دست به دست هم دادن، تامین امنیت کردن. فعلا ولایت قندوز یک ولایتی که بود که چند ماه قبل بدن نیاز زیادتر بود، فعلا دستاوردهای پلیس زیاد است و امنیت هم بیشتر. شما باور دارین که ثبات خواهد داشت؟ برای ما بسیار مهم امی است که ما مناطقی را که از وجودی مخالفین پاک میکنیم و را حفظ و نگهداری بکنیم. فعلا در پلان اساسی ما همی است که ما چطور بتانیم نگهداری بکنیم. همی است که پلیسی محلی یا پلیس حفظ قرا و قصبات افغانستان با وجود آمده، اونا برای امنیت افغانستان قرا و قصبات با ما همکاری میکنند. سپاس.